هرچند پیش از این بارها مقامات ارشد حکومتی و نیروهای بین المللی از ضعیف شدن گروه های مخالف مسلح دولت سخن می گفتند، اما طالبان ظرف یک روز گذشته حملات متعدد زنجیره‌ای را در شهر کابل و برخی ولایت های دیگر کشور را اندازی کردند. با این همه برخی آگاهان وقوع این رویدادها را نوحه هشدار به نیروهای امنیتی افغان و بین المللی خوانده، تاکید دارند گروه های مخالف مسلح دولت بار دیگر نشان دادند که با گرم شدن هوا حملات شان را افزایش خواهند داد. بسیار به موقع خوب امین نیروهای مخالفین مسلح دولت زمان انتخاب کردند که چطور در اوایل بهار سال 1391 در آستانه از یک داد از مذاکرات صلح زده میشه و در این صورت کوشش میکنند و از یک طرف دیگه منصوبین از ما امنیتی ما به دنیا تعهد میتن که ما آمادگی کامل داریم. اینا کوشش میکنند که اظهار وجود کنند و حضور خود نشان بتن که هنوز ما در اینجا حضور داریم، هم به دولت مردای افغانستان هم به جامعه جهانی، که گویا ما حضور داریم در صورتی که بخواهیم. این شهرهای عمدره اینا مورد تهاجم قرار داد تا برای مردم افغانستان نشان بده، برای جهانیان نشان بده که نه هنوز هم در قدرت هستن، هنوز هم میتونن در هر جای از افغانستان نفوذ بکنن، مخصوصا در شهر کابل. اهدافی را که اینا انتخاب کرده بودن بسیار دقیق بود. از سوی هم برخی دیگر آنان میگویند وقوع چنین حملات و ادامه آن نزدیک به 20 ساعت نماینگر نیرومند بودن گروه های مخالف مسلح دولت بوده و نیروهای امنیتی باید بیشتر از این در حفظ مرزهای کشور تلاش کنند. از نقطه نظر مورال تاثیرات خدا قوی داره، قوی تاثیر میکنه. ولی مردم از خود میپرسن که چطور شد که از صدها کیلومتر اینقدر سلاح و مهمات در این مراکز بیان باز در این منزل بالا شوه، باز از اونجا فعالیت شوه. بس اینا بی‌باوری مردم بالای نیروهای امنیتی می. این بزرگترین حمله گروهی و سازمان یافته ی طالبان به اهداف مختلف در افغانستان ظرف بیش از 6 ماه اخیر بوده. دولت افغانستان نسبت فساد گستردهش، نسبت از اینکه قانون زیر پا کرده، همکاری های مردم روز به روز عدس میده. مردم هم متاسفانه نمیتونه این دولت همکاری لازم با وقت و زمانش انجام بده تا در قسمت پیدا کردن اطلاع در مورد امچه حوادث قبلا آگاهی پیدا کنه و بتانن جلوش قبل از وقوع بگیرن. و طالبان نیز با انتشار اعلامیه گفتن این حملات پاسخی به کشتار غیر نظامیان از سوی یک سرباز امریکایی در قندهار و آتش زدن نسخه‌های قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام بوده است. یک سخنگوی طالبان همچنین گفته است این حملات آغاز عملیات بهاری آنها در افغانستان است.